تو این دنیا هیچ کس نمیتونه شبیه کسی باشه و جای اونو بگیره. دیشب خواب دیدم مردم و تو اون دنیا لب ساحل دریا دارم قدم میزنم و گوش ماهی جمع میکنم که یهو چشمم افتاد به جیمز دین که تو ماسه ها نشسته بود و داشت سنگ پرت میکرد تو دریا. خوشحال شدم، رفتم کنارش نشستم و گفتم جوان که بودم شما فیوریت من بودین. حتی من به خاطر علاقه ای که به شما داشتم وقتی بزرگتر شدم رفتم فراری خریدم که شبیه ماشین پورشه شما بود. یه نگاهی به من کرد و گفت چیه تو اون دنیا پر کردی که من شبیه جیمز دینم؟ من با 3 تا فیلم که بازی کردم قول سینمای دنیا شدم. تو این همه فیلم بازی کردی و این همه هم ممنول کارت کردن، هنوزم تو سینما هیچی نشدی. شنیدم آخر عمری میری رو مبل میشینی و برای رو بیلبورد عکس تبلیغاتی میگیری. خدا آخر عاقبت تو به خیر کنه. امیدوارم قبل مردنت مجبور نشی تبلیغ ریکا و خمیر دندون و پفک نمکی و وایت اکس بکنی. من بلند شدم و گفتم باشه، بدون اینکه بفهمی تو اون دنیا چه خبره و چقدر بکش بکشه و خر تو خر شده، هرچی دلت خواست به ما گفتی و بارمون کردی. با این حرفات از چشمم افتادی. اولا که من پر نکردم که شبیه جیمز دینم. اولین بار یه هنرپیشه خانوم به نام آذر حکمت شعار اینو به برادرم بهروز گفته بود. بعد هم که بزرگ شدم همکلاسیم نظام قیاسی اینو گفت. منو باش که تمام این مدت فکر میکردم شبیه تو هم. ناگهان از خواب پریدم و چشم افتاد به عکس جیمز دین. به خودم گفتم تو این دنیا هیچکی شبیه هیچکی نیست. ممکنه ظاهرشون شبیه هم باشه ولی درون و طرز فکرشون متفاوته. پس آدمی میتونه تو این دنیا خوب زندگی کنه که با تصورات و رویاهاش زندگی نکنه و از خرد و اندیشش استفاده کنه و برای رسیدن به آرامش درون و رسیدن به خدا عمرش رو سپری کنه و به این دنیای مادی دل نبنده تا موقع رفتن از این دنیای فانی تأسفی برای از دست دادن و نبودنش نخوره. این روزا اکثر دختر و پسرها تلاش میکنن خودشونو شبیه خواننده و ستاره‌های سینما بکنن. دیگه نمیدونن که یکی هست که خیلی دلش میخواد شبیه خود اونا باشه که اون خود درونشونه. هیچ کس نزدیکتر و شبیهتر از شما به خودتون نیست. نیست که نیست، خدا یگانه است و تو هم یه دونه هستی. قدر و ارزش خودت رو بدون، نه به کسی و چیزی دل ببند و نه بذار کسی به تو دل ببنده. تقدیم شد به دوستان چنگیز وثوقی.